سلام خدمت همتون. و همچنین روز شما هم خوش، وقتتون بخیر. امیدوارم امروز هم چیز به درد بخوری داشته باشم که خدمتتون عرض کنم. به فراز و فرودهای این بخش از سمفونی توجه کنید. اونایی که با من کارگاه های نوشتن، گفتن، خواندن و روایت درمانی رو دارن میدونن موسیقی مثل حرف زدنه، مثل فکر کردنه، خود فکر کردنه. موسیقی از اونجایی میاد که فکر ناب میاد. خیر مقدم، خیلی خوش آمدین. موسیقی از اونجایی میاد که فکر میاد، آگاهی میاد. اگر کسی موسیقی رو درک نمی کنه حتما الفباش رو بلد نیست. الفباش مود و اموشن هستش. اموشن یعنی عاطفه، مودم که یعنی این دوتا اجزا رو باید شناخت تا فهمید بتوون چی داره میگه و موزارت چی میگه، باخ چی میگه، چایکوفسکی چی میگه. به به، اوه اوه اوه، داره برای شما میزنه. هیچ کدوم این ضربه ها اتفاقی نیست، همش حساب شده است تو ذهن مصنف. دوربین رو میچرخونم که ویدیوم حذف نشه توسط اینستاگرام. اونم تقدیم به کسانی که فریدا رو میشناسن. خانم نقاش مکزیکی، همسر ریورای معروف، دوتایی هنرمند فوق‌العاده آگاه. به به، کافی. سلام خدمت شما. امروز میخوایم اولین جلسه از درس سوشال میدیا رو داشته باشیم. برای اینکه بتونم درسم رو بدم خدمتتون و به درد بخوره، باید یک سری اصطلاحات رو روشن کنم. توی کارگاه خوندن من با اجزای اون کارگاه که 40-50 نفر هستن این کار رو میکنیم که جلد یک کتاب رو میذاریم خوندن، مثلا هستی و زمان، ادبیات چیز از سارت، کلمات. بعد اون وقت مردم میفهمند که خوندن فقط خط فارسی رو خوندن نیست، خوندن مایه میخواد،
باید با خودت یه مایه بیاری توی اون متن تا چیزی بگیری، و اینا اون متن مثل باتری ماشین نیست که سیم وصل کنی سرش به خودت وصل کنی روشن بشی. اصطلاحاتی رو که امروز باید راجع به سوشل میدیا بگم اینه که یک، یادمون باشه که میان تکنولوژی و علم تفاوته. آنچه که اهمیت داره در زندگی انسان و ساخت ما رو علم و فلسفه است و ادبیات و هنرها. تکنولوژی هیچ کدوم اینا نیست. تکنولوژی یک فرزند بگیم خلف یا ناخلف، نه نمیشه گفت هیچ کدوم، یه فرزند این هوشیاری انسانه که تولید کننده درک و فهم نیست، با فهم ارتباطی نداره. تکنولوژی تکنولوژیه، به هیچ زبونی هم فن شناسی معادلش نیست، فن آوری معادل خوبی نیست، ولی فنه. تکنولوژی یعنی فن انجام دادن کارها. تکنولوژی از 10,000 سال پیش با ما بوده، یادتون باشه. فقط این سوشال میدیا نیست که تکنولوژی، فقط این گوشی های هوشمند نیست که تکنولوژی. تکنولوژی تکنولوژی دیجیتال نیست فقط. این تکنولوژی که الان داریم باش کار میکنیم تکنولوژی مبتنی بر علم مدرنه. 10,000 سال پیش هم تکنولوژی داشتیم. چرخ چاه هست، آکدوک یا آب رودخونه ها رو از این کوهپایه به اون کوهپایه بردن توسط پل که در یونان هست، پل انتقال آب بهش میگن، اکواداکت اون هست. قنات که بزرگترین تکنولوژی زمان قدیمه و از هوشمندی ایرانیانه، یک تکنولوژی بزرگه، برای اینکه آب زیر سفره‌های آبی زیر تپه ها رو میبرد توی دشت، از زیر زمین هم میبرده، هوشمندیش در اینه، از زیر زمین هم میبرده که تبخیر نشه، که حروم نشه، بلکه قطره قطره در مسیر بهش اضافه. اینا همه تکنولوژی. تکنولوژی احتیاجی به سواد و معرفت نداره. تکنولوژی نحوه انجام دادن. اختراع چرخ تکنولوژیه، عرابه تکنولوژیه، گذاشتن مهره وسط چرخ ها که بهش میگیم بول بیرینگ تکنولوژیه. یعنی نحوه آسان تر شدن و راحت تر انجام دادن کارها رو بهش میگن تکنولوژی. اما آنچه که بشر باهاش زنده است ساینسه، فیلسوفیه، آرته، تفکر محضه. و تکنولوژی امروزه بهش میگن فری رین، یعنی افسار گسیخته، قلاده پاره کرده. تکنولوژی اینجوریه، برای پیشرفتش و برای گستردن خودش از من و شما اجازه نمیگیره، از ساینس، از علوم اجازه نمیگیره، از فلاسفه اجازه نمیخواد، خودش رو تکثیر میکنه. حالا فهمیدین که، حالا متوجه شدید که این ابر کامپیوترها خودشون دارن اضافه میشن، نه اینکه آدم ها مدارای اونا رو لحیم نمی کنن، جوش نمیدن، چرا؟ ولی ماها ابزار هستیم برای اینکه اونا اتفاق بیفتن، برای اینکه هی میخوان گسترش پیدا کنه. نمیگم روان داره، نمیگم هوشیاری داره تکنولوژی، نه نداره، ولی نگاه کنید الان ربات هایی که ملق میزنن میرقصن و عملیات قهرمانی انجام میدن، خیلی خیلی پیشرفت کردن و تمام کارهای انسان رو تکرار میکنن. بریم بنابراین یک، فهمیدیم که تکنولوژی با علوم فرق داره. تکنولوژی زاینده فهم و درک نیست. تکنولوژی با فهم و درک عالم و از من انسان با حضور من در این عالم هیچ کاری نداره. تکنولوژی نحوه انجام دادن کاره. آنچه که مهم هست و داره فراموش میشه همینه که ما داریم علوم رو از دست میدیم، ما داریم فلسفه رو هده، ما داریم ارتباطمون رو با هنر قطع میکنیم، ما داریم با انسانیت خودمون خداحافظی میکنیم. اینا حرفای من نیست، اینا حرفای آدمای بسیار بزرگه که دیگه با ما غریبه شدن انگار، و من میخوام شما رو با اونا ربط بدم. این آدم
نه ایشون، بلکه بغلیش آدمی هست به نام هریس داره صحبت میکنه الان. ایشون این شخص، این جوان، اسمش هست تریستان هریس، از مؤسسان گوگل، از مؤسسان فیسبوک، از دستندرکاران این سوشال میدیا است. ولی کاری کرده که بهش در غرب بهش میگن ویسل بلوئر، یعنی سوت میزنن، خبر میدن از درون خود اون شرکتی که کار میکنن، میان بیرون و فریاد میزنن که توی اون شرکت چه اتفاق داره میفته توی اون این یه ویسل بلوئر. در کنگره امریکا ازش ستایش کردن، آوردنش در تبدیل شده به یک غول که داره افشاگری میکنه. چی افشاگری میکنه؟ یادتون هست الان گفتم که شما باید فرق تکنولوژی و علوم رو بدونید تا بتونید تو این بحث ها بمونید و یه چیزی به دست بیارید که تکونتون بده. برید نگاه کنید، داره صحبت میکنه. Focus on realigning technology with humanity. میگه ما یه مرکزی رو درست کردیم به نام Center for Humane Technology، مرکز تکنولوژی انسانی، یعنی یا تکنولوژی با روح انسانی. علتش هم این بوده که اینا متوجه شدن در گوگل، در فیسبوک، در بگین دیگه همه این چیزهای بزرگ، شرکت‌های، کمپانی‌های بزرگ، یه اتفاقی داره میفته، یه اتفاقی که داره انسان رو نابود میکنه. و بنابراین این مرکز رو درست کردن که افشاگری بکنن. و ببخشید من و امثال من هم عذرش نیستیم، همه باید دستندرکاران همون صنعت باشن، همون صنعت، یعنی از تو گوگل، از تو فیسبوک، از امازون، از اینا هستن، از شرکت های عظیم، همه طراحا، همه آدم های باهوش مثل خودش. گوش کنید لطفا. میگه میخوایم تکنولوژی رو از این دیسترکتیف پتر، از این الگوی خود تخریبی و مخربی که داره، ببریم به سمت الگوی سازنده. این ستا رو اشکو سوشال میدیا، پولارایزیشن، قطبی شدن جامعه، قطبی شدن مردم، دارن مردم قطبی میشن. این قطبی شدن مردم بسیار بسیار وحشتناکه، بسیار وحشتناکه. تا دو سال پیش کسی نمیدونست این اصطلاح جدید پولاریزیشن، سوشال پولاریزیشن. و این توی انتخابات امریکا سر آقای ترامپ افتاد. AI ها، یعنی همین دستگاه های بزرگی که دارن سوشال میدیا رو اداره میکنن، شروع کردن به بدون اینکه کسی بفهمه، هیچ آدم هوشمندی در دنیا نمیتونست بفهمه، شروع کردن مردم رو پولارایز کردن که به به ترامپ چه خوبه، اه اه فلانی چقدر بده، یا به به فلانی چه خوبه. مردم رو مقابل هم گذاشتن تا به جایی رسید که مردم امریکا که به نظر میاد آدمای متمدن دموکرات اهل گفت و شنود باشن، ریختن کاخ سفید و اشغال کردن، زدن، شکستن، آدم گرفتن. و تو انتخابات رأی هم همین بود. برگزیت برای خروج از انگلیس هم همین بوده. ناگهان مردم، اینا اونایی که تو انگلیس، ایرانیانی که در انگلیس زندگی میکنن، با آدمای با ادب، باهوش و فرهیخته ایرانی که تو انگلیس زندگی میکنن، مردم انگلیس یه روز صبح بلند شدن رفتن پای صندوقای رای دادن که انگلیس از اتحادیه اروپا بیاد بیرون. شب که اومدن خونه تازه گفتن ما چیکار کردیم؟ خودشون هم نفهمیدن کی این پولاریزیشن رو ایجاد کرد. حالا بعدا تو این درس ها هفته های آینده میخونیم کی ایجاد میکنه، چجوری فیسبوک این کارو کرد. و قرار نیست همه مردم دنیا بدونن. و این آدم گوش کنید تا ببینیم میتونیم چیزی بفهمیم. یه خورده گوش کنید بی زحمت. خب گوش کنید، از اینا یاد بگیرین. ما دو هفته میگه ما دو هفته پیش در سان فرانسیسکو یه نشست بزرگ داشتیم. علتش هم این بود که برسیم به همین مسئله که چجوری مسائل تک مخفف تکنولوژی، چجوری تک رو میشه کم کرد. و وقتی میگه تک، یادتون باشه شما چون تازه تشریف آوردیم به اینجور، تک
یا تکنولوژی یعنی سوشال میدیا. کسی با اینترنت میخواد، خود اینا مؤسس اینترنت هستن. من از استفاده کنندگان اینترنت هستم. متوجه باشین سوشال میدیا و تکنولوژی بحثش یه طرفه، علم و زندگی و اینترنت یه طرف دیگه است. اینا رو هم قاطی نکنه. سوشال میدیا است که ایراد داره و ما داریم اینجا راجع بهش حرف میزنیم. Incoherent agenda of scandals and grievances. If you ask people what's wrong with the tech industry right now, اگر از مردم بپرسی اشکال اندستری چیه، این صنعت دیجیتال چیه، میگن the tech industry, I mean social media. So by tech industry میگه منظورم از tech یا تکنولوژی اینه، سوشال میدیا رو دارم میگم. ببینید what's wrong with Facebook and Google. Facebook و Google مگه چشونه؟ مخ مردم میگن، جواب میدن که دیتا های ما رو اینور اونور میبرن، میفروشن، اطلاعات ما رو دارن جمع میکنن، همه چیز راجع به ما میدونن. اوکی خیلی خوب، ما رو دارن پولارایز میکنن، دو قطبیمون میکنن، ما رو دارن روبروی هم قرار میدن که ایشالله هفته های آینده خواهیم دید. و یادتون باشه، تو رو خدا عجله نکنید، عجله نکنید. اینجا صحبت از این که توطئه در کار هست نیستن، اینجا کلاس توطئه بافان نیست. این تکنولوژیه که خودش داره این کارو میکنه. کسی پشت اون نشسته توطئه کنه. آدم بدی در کار نیست، یه وقت اشتباه برداشت نکنید. میخوایم به فهم برسیم. خود تکنولوژیه که داره این کارو میکنه. خود چرا تکنولوژی این کارو میکنه؟ برای اینکه الان همه شماهایی که اونور دوربین نشستین دانش آموخته تکنولوژی هستین. اگر ویروس شناسین، اگر باکتریولوژیست هستین، از پزشک هستین، مهندس هستین، پی اچ دی در فیزیک، شما بیشتر با تکنولوژی بزرگ شدید. شما دکترای تکنولوژی دارید، نه دکترای ساینس. شما پی اچ دی اسمش ممکنه باشه، ولی فلسفی اف ساینس ندارید. دکتر آف فیلسوفی نیستید در ساینس. همه تکنولوژی زده ایم، همه آمدیم که رای همه بچه هایی که کامپیوتر خوندن در خدمت تکنولوژی هستن، تو شرکت های تکنولوژی کار بودن. کار دیگه نمیشه کرد، برای اینکه تو دانشگاه تکنولوژی می آموزن، تو دانشگاه دیگه نمیشه. اون چیزی که ما بهش میگیم فهم، بله، پرابلم سالوینگه، کاگنیتیو ابیلیتیز، یعنی قابلیت های ذهنی هست، محاسبه هست، استقرا هست، قیاس هست، تمثیل هست، نتیجه گیری هست، سیلوجیزم یا قیاس هست. آره، ولی ساینس و فلسفی نیست، نشانی از فهم درش نیست. اینا رو متوجه بشید. بریم از زبان این آدم دو مرتبه بشنویم چی داره میگه. خوب گوش کنید. Election, something about Brexit, something about the 2016, but it's not coherent. مسائلی که مردم میگن و متخصصان، البته خودشون رو داره میگه، میگن راجع به تک یا تکنولوژی، میگه کوهیرن نیست، هم بسته نیست، یه کاسه نیست که ما بفهمیم چی. از انتخابات میگن، از تأثیر روی مردم میگن، از قطبی کردن جامعه میگن، از بی ثمر کردن فعالیت های انسانی میگن، از بیماری های روانی میگن، ولی اینا نشستن دور هم که میخوان اینا رو یک کاسه کنن. No one can tell you what's wrong. هیچ کس نمیتونه بگه چشه. ببخشید. پس میگه بنابراین ما 300 نفر آدم رو دستچین کردیم، از اپل، از گوگل، از فیسبوک، از آمازون. 300 نفر. Founders of Lyft, Pinterest, design teams, non-civil society groups, activists, media, to set a coherent agenda about what's wrong. Because if you think about, for example, the problems of tech addiction. اگر راجع به tech addiction, راجع به tech addiction, یعنی وابستگی یا اعتیاد به تکنولوژی، اعتیاد به گوشی، اعتیاد به سوشال میدیا، این باید ببینید دست طراحانه. اگر قراره عوض بشه جامعه،
باید طراحی عوض بشه. خوب گوش کنید تو رو خدا. Like we're hooked to our phones. Polarization. Why are we so polarized? Outrage. Why does it seem like all of our politics is just outrage, violence? این همین خشونت ها. خشونت داره زیاد میشه. Outrage all the time. Vanityification. Vanity addiction. یعنی به مبتزل ها چیز شدن، احتیاط پیدا کردن. مثل اینکه همه مردم الان obsessed شدن، یعنی همه و به این وسوسه افتادن که چقدر اتنشن دارن میگیرن تو سوشال میدیا، چند تا لایک دارن میگیرن، چند نفر پستشون رو دیده، چرا مال اون زیاد شده، چرا مال من کم شده، پس من آدم نیستم، پس من لایق نیستم، پس من کسی رو دوست ندارم. شما نمیدونید داره چه کار میکنه، شما نمیدونید چه خودتونم مبتلا هستید و خبر ندارید. به نظر میاد که این مسائل سپریتن، جدا هستن، یا اینطوری که ایشون نوشته نظم ندارن. این ما این که نظم نداریم، اگر بشینیم ببینیم همه اینا یه ریشه داره. ادیکشن، پورنوگرافی، خرید و فروش آدم، خرید و فروش اتنشن شما، ماها رو دارن میفروشن کمپلت. الان بهتون میگم چجوری فروخته شدین و خبر ندارین. همش یه ریشه داره. خوب نگاه کنید تا برن. آیا اینا دیسکنکتدن، پراکندن، یا واقعا همه از یک منبع میان؟ And so what we're trying to say, and what we held this event to do, was to go from, oh my God, there's these different issues, and we have to have different policies and different design strategies, to... ببینم یه خورده جلوتر میتونم برم. Which is kind of equivalent to social climate change, or the climate change... میگه این وضعیت رو میشه به... اوه، چقدر قشنگ این جبون، چقدر خوب میفهمن این جبون ها. میگه اینو میتونیم... الان وضعیتی که شماها نشستید با خبر نداری، میتونیم بگیم social climate change. ببین شماها چقدر راجع به آب شدن یخهای قطبی، زیر آب رفتن بندرها و جزیره ها در آینده، بالا آمدن سطح اقیانوس ها دارین صحبت میکنی، چقدر از بین رفتن نهنگ ها، فوک ها، خرس های قطبی و گونه های مختلف جانوری در استوا، در جنگل های استوا، بر اثر گرم شدن یه درجه حرارت کره زمین، خیلی از گونه ها دارن از بین میرن، دارن اکستینکت میشن، یعنی منقرض میشن، با خودشون ژن ها رو که حاصل میلیارد ها سال تکامل روی کره زمینه دارن با خودشون میبرن. ما اینا رو نمیفهمیم، ما اینا رو همجوری میشینیم آه و ناله میکنیم که آخیش یخهای قطبی آب شد. نه، فاجعه است، محیط زیست فاجعه است. این حالا داره میگه که سوشال کلایمت چینج، سوشال که یعنی محیط اجتماعی و آدم ها هم دارن عین محیط زیست نابود میشن و کسی نمیدونه داریم نابود میشیم و حالیمون نیست و هی لایک میکنیم. بکنین، هی لایک کنیم. خب گوش کنید ببینید چه which we call human downgrading. Human downgrading. Technology was an erase to... ببخشید، میگه ما این رو از بین رفتن انسان مینامیم. و ببینید چقدر خوب داره توضیح میده، از بین رفتن، human downgrading. آدم داره خار میشه، آدم داره تبدیل به سنگ میشه. Suck and drill, you know, attention out of human souls to upgrade the machines. من کامنت رو باید ببندم، درست میگن. ما داریم خودمون رو، هوشیاریمون رو از دست میدیم که ماشین ها گندشن و داره میشه. و ماشین ها گفتم فری رین تکنولوژی اسمش هست، تکنولوژی افزار گسیخته. شما نمیدونید فرق تکنولوژی با علم چی. علم رو انسان تولید میکنه، تکنولوژی خودش رو میزد میره جلو. بنابراین ما داریم از بین میریم که تکنولوژی بزرگ بشه، که ماتریکس درست بشه، که الگوریتما بیان جاش ما رو بگیرن، جای ما رو بگیرن،
که الگوریتما به من و تو بگن که من تو رو دوست داشته باشم یا نه، گروه خونی ما هم میخونم لایک بزنم تو بزنی بعد بگی نه به دردت هم دیگه نمیخونی چه. اما متوجه نیستیم. خوب گوش کنید ببینید چی میگه. وحشتناکه. It's been downgrading humans, downgrading attention spans, downgrading civility and decency. الان این تکنولوژی جدید داره ما رو downgrading میکنه، attention span ما رو داره کم میکنه. با attention span اگه بخواد بدونی چیه باید بری 20 سال روانشناسی بخونی که ببینی attention span انسان مثلا 50 دقیقه است. بلکه میتونی یه مقاله رو بخونی، یه گزارش صفحه حوادث رو بخونی. یادتون هست تو روزنامه قدیم اینجوری میرفتیم تو روزنامه میامدیم یک ساعت طول میکشید attention span مدت الان در حد یه دقیقه است. میزنی اینجا روسیه به اوکراین حمله کرد، زیرش یه لایک میزنی یا یه دوتا بچه پرچم اوکراین و روسیه رو با هم دیگه اونم پست میکنی، اتنشن تموم شد را میری سراغ بقیه پست. یعنی اتنشن اسپن شما، میخوای کووید سرچ کنی ببینی چی، اتنشن اسپن یه دقیقه است، یه دقیقه و نیمه. از یه ساعت دو ساعت درس خوندنت هم همینه. دکتری پزشکی میخوای سرچ کنی یوتیوب، میخوای گوگل سرچ کنی، باز اتنشن اسپن یه دقیقه دو دقیقه است، خسته میشی. اینا بیماریه، اینا داونگریدینگ آدمی، آدم داره عوض میشه و خودش نمیدونه و فکر میکنه به به در چه دوره مدرنی زندگی میکنم. حیف پدر مادرام از اینا نداشتن، اونا عقب موندن. حیف آقای غریب، بقیه کسانی که فلسفه میبافن و فلسفه فکر میکنه اینا خبر نداره. این چقدر خالی الان میرسیم که تو چه حالی هستی. Downgrading democracy, downgrading mental health. Not trying to be negative, it's just we need to connect these issues together, and so we call that human downgrading. And we think that it deserves a spot in the global agenda that's as big as climate change. میگه بنابراین به همین دلیل که ما فکر میکنیم و الان این باید در سطر اولویت های یعنی همین human یا social climate change در بالاتر از climate change natural climate change قرار بگیره، محیط طبیعی. خب راست میگه، ما همه چی داره و هم میرسه و ما حالیمون نیست. برای اونایی که حالیمون نیست من یه دور دیگه خدمتتون عرض کنم، تکنولوژی ارتباطات و کامپیوتر از زمانی که من دانشجو بودم در همین دانشگاه استنفورد، اونجا ما کارامونو با کامپیوتر میکردیم، منتها کامپیوترهای اونجا مین فریم بودن، گنده بودن، کسی کامپیوتر نداشت، هنوز از این کامپیوترهای شخصی نیومده. ما میرفتیم تو کتابخونه، 500 تا ترمینال بود، اون ترمینال رو میشستی پشتش روشن میکردی، با کامپیوتر گنده تمرینامونو حل میکردیم. من میفهمم کامپیوتر چیه، از کره مریخ نیومدم. ولی شما ها 10 ساله بفهمید، شما 10 ساله با این آشنا شدیم، شما 7-8-10 ساله با آیفون و سلفون های هوشمند آشنا شدید و تو این 10 سال این اتفاق افتاده. یعنی از 2010 یا 2012 سوشال میدیا به وجود اومده تا الان که 2022 است. 10 ساله، تو ده سال یه اتفاقاتی افتاده که امروز میخوایم با هم دیگه ببینیم. About 2 billion people, more than 2 billion people use smartphones. بیشتر از 2 میلیون مردم از این اسمارتفون ها دارن استفاده میکنن. اینجا رو خوب دقت بفرمایید. And this is the choke point for sense making and decision making for everybody. Oh, و این میگه ابزار اصلی تصمیم گیری و choice making و انتخاب choice یا سلیقه است. So we check these things about 80 times a day from the moment you wake up in the morning and you دیگه بقیه رو شما میدونی، از صبح که بلند میشی شما خودت رو چک میکنی. You go to bed at night and set your alarm. I've got you pretty much jacked in. When I was at Google, I was a design ethicist where I was studying how do you ethically steer 2 billion people's thoughts. So this is kind of میگه خودم هم وقتی تو گوگل بودم، تو تیم طراحی ام بودم که چجوری میتونیم توجه مردم رو تمام وقت 24 ساعت به این وسیله کوچولویی که دو دست پدر و مادر و بچه و کوچولوهاشون هست، چجوری میتونیم اتنشن اینا رو به اینا جلب کنیم. بنابراین چیز هست، ساعت تایمرت هست، ساعت زنگیت هست، چی میگن آره دیگه ساعت زنگی،
که از خواب بیدارت میکنه. برنامه امروز میگه با کی ملاقات داری، کجا باید بری، آه نگاه کنم ترندینگ چی میگه، مد امروز چیه، هوا چند درجه است، چیکار میکنن مردم، چیکار میکنن، کجا میرن، لب آب میرن، کجا غذا میخورن، کجا کی پست کرده، کی خودشو هایلایت کرده، عکس انداخته، هزار تا لایک گرفته، اومد چرا عقب، همش همه تصمیم گیریامون با اون. و یادتون باشه اتنشن اسپنتون حدود یه دقیقه است، از این صفحه میرین تو اون صفحه، از این اپلیکیشن میرین تو اون اپلیکیشن، با سرعت. هیچی از ما باقی نمونده، هیچی. When you're holding in your hand 2 billion people's attention and you're actually creating a race to the bottom for how do we get that attention, and that's what's creating all these problems in politics, election engineering, Russian interference, polarization, vanityification, mental health of kids, they're all همه مسائل در بر میشوره که ما در آینده همه رو ایشالا خواهیم دید. برام سراغ نفر بعد. این یکی از سرمایه گذارانه، یعنی آدم پولداریه که مثلا 10 سال 15 سال پیش که سوشل میدیا و اینا را میفتدن، ایشون هم سرمایهشو گذاشته، میلیارد ها هم برده ماشاءالله، بعضش هم خیلی خوبه، هیچ ایرادی هم نداره. از زبون ایشون بشنویم. Made products, hardware, software, sold to the customers. Nice, simple business. For the last 10 years, the biggest companies in Silicon Valley have been in the business of selling their users. It's a little even trite to say now, but because we don't pay for the products that we use, advertisers pay for the products that we use. Advertisers are the customers. We're the thing being sold. The classic saying is, if you're not paying for the product, it's a little even trite to say now, but because we don't pay for the products that we use, advertisers pay for the products that we use. محصولاتی که مفت و مجانی در فیسبوک هست، ورق میزنیم تو یوتیوب هست، مفت دیگه. فیلم هایی که میبینین، سریال های تلویزیونی که میبینین، تو یوتیوب، تو فیسبوک، تو اینستاگرام، تو این، تو اون، تو آداب تهیه شیرینی شب عید، آجیل چهارشنبه سوری، هم فرق نمیکنه، لباس فلان، قرتی بازی فلان، اون چجوری عکس بگیریم، چجوری پارتی بدیم، چجوری مهمون کنیم. میگه آره شما پول نمیدین، ولی ادورتایزرز، یعنی اونایی که اونای تبلیغ کننده ها، اونایی که جنس میفروشن، اونایی که ذهن شما رو میخوان، اونا دارن به گوگل میلیارد ها میلیارد گوگل پول میسازه، از شما که پول نمیگیره، که یک قرون از شما نمیگیره، یوتیوب یک قرون از شما نمیگیره. حتی به من که برنامه دارم پاور میکنم، وقتی تعداد بینندم از یه اینترنت میگه آقا چرا نمیای پول بگیری بابت اینا، میدونید خودتون میدونید، این همه دختر خانمای جوان آقا پسرها و این حرفا گوشبری میکنن، فالگیری میکنن، جنگیری میکنن، شرط بندی میکنن، میره بالا هرچی تعداد فالووراش میره بالاتر اینستاگرام بهش پول میده. چرا؟ برای اینکه اون شبکه هی محکم تر میشه. اتنشنی رو که اینستاگرام میخواد تو داری براش میسازی. تو 100,000 فالوور، شما خانم 200,000 فالوور، شما 1,000,000 فالوور، اون که برنده است خود اینستاگرامه. چجوری برنده میشه؟ خیلی سخته. خوب گوش کنید به حرف ایشون، خیلی حرف مهمه. میگه که Advertisers are the customers. یعنی برای فیسبوک و آمازون و اینستاگرام و یوتیوب ادورتایزرها، یعنی تبلیغ کنندگان، فروشنده دستمال کاغذی، فروشنده نمک، فروشنده نظام سبزی، این کارخونه، اون سهام، راجرز، دل، بل الکترونیک، این اونایی که به تو وسیله میفروشن، بهت میندازن، اونا دارن پول میدن. اونا پول میدن، پس فیسبوک میچرخه و تو هی میری توش سرچ میکنی. و چه من پایتی داری؟ هیچی. همه که عادت کردی مرتب میری توی فیسبوک سرچ میکنی، تو اینستاگرام سرچ میکنی، سر گنده زیر لحافه، هنوز متوجه نشدید. چون شما من هر وقت دلم میخواد اینو میذارم کنار. نه، نمیتونید بذارید کنار، قرار نیست بذارید کنار. اون وقتی که اصلا شما مشتری نیستی، نمیشه. خوب دقت کنید ببینید، اینجا خیلی حرف بزرگی میزنه. We're the thing being sold. The classic saying is, if you're not paying for the product, then... ببخشید. The classic saying is like this. میگه گفته کلاسیک اینه. یعنی آنچه که بین خودشون رواج داره. If you're not paying for the product, then you are the product.
اگر بابت اون کاری که داری میکنی پول نمیدی، یعنی اگر برنامه منو همین الان نگاه میکنی و پول نمیدی، اگر این محصول منو پول نمیدین شما، پس خودتون پروداکت، خودتون you are the product. حالا برنامه من برای اینه که من پول اینو از جیبم میدم، ولی یوتیوب این کاره نیست، اون تو رو خرید و فروش کرده. You are the product، چون از جیبت پول نمیدی. الان خب چه بهتر، چه بهتر. پس بیاییم بریم ببینیم چه جوری شد. اینجوری نبود داستان. ما داستان رو عرض کردم، ما شما 10 سال با فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب آشنا شدین، بعدم میشه آه چه خوب، من دوست دارم، رفیق دارم، دوستای گذاشتم و پیدا کردم، جاهایی که ورزش میتونم برم بکنم باشون مرتبط شدم، آه چه جالب، آه دوست، فامیلامو پیدا کردم، من نقاشی میکنم میذارم اونجا، مردم میگن به 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 به. خب چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره. مراجعه بکنید میدیا یا رسانه ها از زمانی که صنعت چاپ اختراع شد در از قرن 15 هم، یعنی الان 600 ساله صنعت چاپ، اون ماشین که گوتنبرگ آلمانی اختراع کرد، حروف متحرک رو کنار هم گذاشت و باهاش اولین کتاب دنیا یعنی بایبل یا انجیل رو چاپ کرد و بسیار پرفروش شد. صنعت چاپ خیلی کند بود، خیلی سال طول کشید، 100 سال 200 سال طول کشید تا روزنامه به وجود اومد. روزنامه وقتی به وجود اومد، خب بله، نکته دیگه ای که امروز باید بگم غیر از تکنولوژی، ببینید تکنولوژی رنگ، چاپ، تهیه کاغذ با هم دیگه رفتن جلو، از دلش به طور اتفاقی روزنامه در اومد. بنابراین سرمایه گذاران اومدن سراغ چاپ روزنامه، روزنامه رو چاپ میکردن، اخبار اقتصادی، اجتماعی، دعوا، بزن بکش. اولا در 5-6 شهر دنیا روزنامه بود، اینجوری نبود که همه جا باشه. بعدا وقتی که روزنامه دست به دست شد، اون وقت این قطعات، صفحات لابلای اینجا برای آگهی ماشین مرسدس، اینجا برای شورولت، اینجا برای یخچال دودر، این مکانها فروخته میشد. بنابراین خوب نگاه کنید، شما 5000 میدین روزنامه رو میخرید، ولی صاحب روزنامه این اتنشن شما که به این جهان نشون میدین، به این عکس ها، به این آگهی کاریابی، به آگهی نمیدونم نظافت چی میخوام، آگهی اینا رو قبلا فروخته و از اونا پول در میاره. در خیلی از شهرها مثل همین اینجا روزنامه ها رایگانه، کنار خیابون میذارن و بعد برای چی؟ برای اینکه پولش قبلا از اون آگهی دهنده ها گرفته و کافی شما نگاه کنی یه یخچال یه دفعه ببینی، یه کفش اسکی، یه نمیدونم جوراب نایک میبینی خوشت میاد، کافی همونه. بنابراین اتنشن شما رو از قبل فروختن. و حالا ببینیم جلوتر، عصر رادیو به وجود نه، آدم باید مارشال مکلوهان رو بشناسه تا ببینه چجوری این میدیا یا رسانه ها، رسانه های چاپی، همینجور که میاد رسانه ها هی اینتراکتیو تر میشن. تا امروز نگاه کنید، هی نقش من در خوندن، در توجه کردن، و حتی ممکنه اینجا نگاه کنی من توی روزنامه میخونم میگه برو بابا دروغ میگی، ولی وقتی رادیو اومد دیگه رادیو چنان تجسم و عینیتی میده، چون درست داره اخبارو برای من میخونه، یه نفر داره حرف میزنه و من باورپذیریم بیشتر میشه. اینجا قبلا خودم اخبارو میخوندم، مجبور بودم با صدای مثلا شاه خبرو بخونم، یا با صدای مصدق، یا با صدای نفیس الدوله، ولی الان خود رادیو داره اونا رو میذاره. بنابراین از نقش من در تخیل و در فهم کمتر میشه و من باورپذیرتر میشم با آنچه که از رادیو میاد، تا اینکه ذره ذره تکنولوژی میره جلو، لامپ تصویر اختراع، اشعه کاتودیک پیدا میشه، تلویزیون های اولیه سیاه‌سفید اختراع میشن، الان تلویزیون ها رنگی هستن. بذارید اینجا بکشم، این تلویزیون شماست، 1.5 متر در 2 متر، خیلی تلویزیون خوبیه، صفحه فلت با پیکسل های بسیار ریز، صدها میلیون پیکسل و درشنمایی بسیار عالی. و بعد صبح تا شب برای شما برنامه های اقتصادی، فوتبال، همیشه اخبار. ولی شما نمیدونید که باز به قول متخصص ها، این زمان تلویزیون قبلا فروخته شده به شرکت هایی که دستمال کاغذی، نخود، لوبیا، عدس، لباس،
ماشین تولید میکنن. و بنابراین این خوب نگاه کنید، الان اخبار و برنامه ورزشی و مسابقه فوتبال فقط برای اینه که شما توجهتون رو به این جعبه بدید. وقتی دادید، اون وقت هر یه رابی که برای شما فوتبال میذاره یه راب آگهی میذاره که اینو بخر اونو بخر. دو مرتبه میریم سریال خانواده های خوشبخت 15-20 دقیقه باز برات چیز میذاره، آگهی میذاره. دو مرتبه سریال خانواده بدبخت، نمیدونم تفنگداران، سربداران، بعد دو مرتبه برات آگهی میذاره که این سوسو بخر، اون سوسو بخر، این کفشو بخر، از این فروشگاه خرید کنید، در خوراکشی ما شرکت کنید، برنده صدها میلیون ماشین بشید، تو بانک ما سرمایه گذاری کنید، 57% سود بگیرید. دو مرتبه باز تلویزیون، باز دو مرتبه یه برنامه دیگه میاد، شما یه فیلم هندی میبینی، عشق میریزی، دو مرتبه سر یرو، دو مرتبه میاد که در بانک ما سرمایه گذاری کنید، زمین های ما رو بخرید، آپارتمان های ما رو پیش خرید کنید. خب نگاه کنید، سفید سیاه، سفید سیاه، سفید سیاه، یعنی برنامه آگهی، برنامه آگهی، برنامه آگهی. اینجا که توی ممالک آمریکا، زمانی که من دانشجو بودم توی ممالک، 15 دقیقه، بعد وقت تو کلاسا ما از استادان بزرگمون یاد گرفتیم که واو، کدوم متن، کدوم حاشیه است، متنی که داره منتقل بشه به شما آگهی هاست. اینا فیلر بهش میگن، یعنی سریال ها و مسابقه فوتبال و این و اون و بحث و برنامه، بیایید نمیدونم سیب بخوریم، بیایید هندوانه بخوریم، بخندیم، اینا فیلره، پر کننده است. اینا پر میکنه برای اینکه توجه شما همینجوری 24 ساعته محو این بشه و بعد آگهی خرید دستمال کاغذی رو ببینید. دلسی مصرف کنید، کرم فلان بمالید، نمیدونم لباس فلان بپوشید. خوب نگاه کنید، نمیخواد بیاین به عصر تکنولوژی اطلاعات، خیلی زوده، تو همین عصر تلویزیون بایست. حالا این تلویزیون چرا اینجوریه؟ این تلویزیون که صاحب زمانیه، مال مملکت امام زمان، دیگه تموم شد. لغت بعدی رو یاد بگیری، بیزنس مدل. همه چی رو بیزنس مدل ساخته شده. میخواد این تلویزیون در مملکت اسلامی باشه، میخواد در جمهوری داعش باشه، میخواد در بلاد کفر باشه. بیزنس مدل. مدل بیزنس. و بیزنس از بیزنس. حالا فهمیدی که چرا تلویزیون سر هر 15 دقیقه 20 دقیقه برات آگهی میذاره؟ در واقع برنامه هایی که تو دوست داری و بهش میگی برنامه علمی، راز بقا میخوای، راز بقا میذاره برای فوتبال، فوتبال هم میذاره، حوادث میخوای، حوادث هم میذاره برای، ولی سر یه راب باید بیای بری به آگهی یخچال سدر جدیدی که اومده و تو نداری توجه کنی، تا دلت آب شه بری یخچال سدر چارکش رو بخری. A business model. میخواد در مکه معظمه باشه، میخواد در اورشلیم باشه، به دین و دیانت کاری نداره. بیزنس دنبال اتنشن و توجه شماست. حالا فهمیدی من تا برسم به این مسمسکایی که دست بچه های شما هست، تا به این دستگاه، خیلی راه داریم. اول اینکه شما باید دوربر خودت نگاه کنی، میبینی که چجوری اسیر شدی، چجوری توجه دار. حالا میتونی پیچ تلویزیون تو ببندی، مثل خیلی از آدمای هوشمند دنیا که من اینو تو اروپا و امریکا دیدم، هرچی آدما تحصیل کرده تر هستن تلویزیون نگاه نمیکنن، ندارن، بعضی هاشون اصلا نداشتن. تو میتونی ببندی یا تلویزیونت خواب، ولی این دستگاه جدید، این حالا دیگه روانشناسی، تکنولوژی روانشناسی هم پا به پاش اومده بالا، روانشناسی هم رشد کرده، تکنولوژی دیجیتال شده، آنتن نمیخواد، برق نمیخواد، کابل نمیخواد، آنتن بشقابی نمیخواد بالا سرت، ماهواره ها احاطت کردن، گر رو گر برات میرسن، توجهی تو رو میخواد. حالا دیگه توجه، بنابراین برای این که توجهی تو رو جلب بکنه، نمیتونه ازت خواهش تمنا بکنه که مثل تلویزیون اونو روشنش کنی که برات نوتیفیکیشن میرسه که
پستی که گذاشتی 100 تا لایک گرفته. تو میدونی میری لایک ها رو باز بکنی، همونجا یه اپلیکیشن دیگه، همونجا یه اپلیکیشن دیگه، سر زدن به این، سر زدن به اون سوراخ، سر زدن به اون سوراخ، سر میزنی مرتب. اتنشن اسپنت کم شده و و این کرده. این این کمپانی های جدید مثل گوگل، مثل آمازون، مثل فیسبوک یاد گرفتن که اتنشن اسپن تو رو، یعنی دامنه توجه تو رو از یه ساعت به عنوان یک انسان بردارن بیارن در حد یه دقیقه. کافیه دیگه، حالا برو برو فیلم بعدی، برو خبر بعدی، ولش کن اوکراین رو، ولش کن بریم فلان جا، داعش رو ولش کن، هواپیمای 578 پرواز فلان بریم، حالا کفش فلان زری جون، آره بریم در دنیای تنیس چه خبر، اوه اخبار، آیا میدانستی تون 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 پوشن. بعد برای اینکه بیکار نباشی بگی منم هستم، همونا رو همینجوری برای منم میفرستی. بعد نمیدونی که اون کسی که اون بالا نشسته که یه اپلیکیشن، یادت باشه AI Artificial Intelligence، آدمی نیست که تو دنبال توطئه گر باشی، اون داره میبینه که تو چند دفعه این ویدیو رو فرستادی، برای کیا فرستادی، چقدر فیدبک گرفتی، خوشت اومد یا نیومد، دفعه دیگه یه چیزی برات میبینه که بیشتر وایرال بشه و بیشتر توجه دوستات بگیری. بنابراین امروز تکنولوژی دریافت توجه شماست. و همین الان که پلو من نشستی داری خودخوری میکنی که زودتر برنامه من تموم بشه، بری اینجا ببینی چند نفر لایک کردن اون پست لعنتی رو. داره صدات میکنه، اتنشن تو میخواد. برای اینکه بفهمیم باید بریم سراغ متخصصانی که از من و شما خیلی با سواد ترن. Let that sink in. If you're not paying for the product, then you are If you are not paying for the product, then you are product. شما این که هیچ کدومتون ماشاءالله برای هیچی نمیپردازین و خوشحالین که دارین مجانی استفاده میکنین. پس یادتون باشه خودتون product هستین. شما محصولی هستین که توجهی که توی ذهنت به عنوان انسان هوشمند کار گذاشته شده داری میفروشی. خودتو زامبی میکنی. بنابراین you are. ببینی اینا رو رادیو تلویزیون ما قرار نیست به شما بگی که شما کیف کنید. اینا رو من برای این نمیگم که شما برین یه جای دیگه، چون نمیتونید بفروشید این حرفا رو، کسی ازتون نمیخره و این حرفا رو آدمای ستای قاز نیستن که میزنن. این خوب گوش کنید. If you are not paying for what you use, then you are the product. Let that sink in. If you're not paying for the product, then you are the product. Think about all the things online. Think about all the things online. همه اون چیزایی که آنلاین میبینین راجع بهش فکر کنین. خب راست میگه دیگه. فکر کنین. چیا رو میبینین آنلاین؟ همه چی. ببخشید. The difference is even for our show, there are people who pay for it, and then there are people who are generating ad revenue. Believe me, the people who pay for it get a very different experience than you do. A lot of people think, Google's just a search box, and Facebook's just a place to see what my friends are doing. این همون ترستان هریسه که من گفتم خیلی از این به بعد باهاش سر کار داریم. خودش از مؤسسان اینستاگرام و فیسبوک و توییتر و اینا بوده. میگه خیلی از مردم، راستم میگه، خیلی از مردم از شما میگه چه اشکالی داره من با تو فیسبوک با دوستام ارتباط پیدا کنم، من دوستامو پیدا میکنم، محصولاتی که میخوام پیدا میکنم. اینا که خودشون مؤسس این کار هستن، وقت تفلک اومده داره به ما میگه، شاید ما نفهمیم که نه این کارا رو نمیکنید. مثل همون تلویزیون بود که فهمیدیم که این شما نیستین که دارین برنامه سرگرم کننده، بیاین دور هم بشینیم بگنیم هر هر کنیم کرکر کنیم. شما فوتبال نمیبینین، شما اتنشنتون دارین میپوشین و از قبل پروخته شده. لابلای برنامه فوتبال باید بشینیم اون برنامه رو تماشا کنیم. خیلی سخته، خیلی سخته. خوب گوش کنید اینجا. بسیاری از مردم میگن که ما اینجا عکسامون رو میذاریم شیر میکنیم، چه اشکالی داره؟ ولی چیزی رو که مردم نمیدونن این است که این شرکت ها دارن برای به دست آوردن اتنشن شما، توجه شما، دارن با هم رقابت میکنن. پس موضوع توجه شماست.
همین الان که شما نشستید توجه شما دنبال پستاییست که گذاشتید، دنبال پستاییست که رفیقتون گذاشته، بعد اینا رو میشینی مقایسه میکنی، آمار در میاری که مال اون چند تا لایک گرفته، مال من چرا نگرفته، بعد میدوی میری ادای اونو در بیاری که شبیه اون بشی، نرم افزاری پیدا میکنی که شکل اون بتونی بسازی برنامه و ادا در بیاری. اگه اون کلا سرش گذاشته کنار دریا وایستاده، تو هم همین کارو میکنی و کم کم تمام توجه تو رو اون شرکت ها میبینن، میخرن، روش سرمایه گذاری میکنن. So, you know, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, YouTube. Companies like this, their business model is to keep people engaged on the screen. Aha. میگه تمام اینا بیزنس مدلشون، ببین اصطلاحی که قرار نیست تو روزنامه های مملکتمون ببین، بیزنس مدل، ببخشید، بیزنس مدل دانشگاه تهران یه زمان این بود که از دولت پول بگیره، میگه سهممه، من روشن فکرم، بدین به من، ملک و شعرهای بهار و استاد سعید نفیسی و علامه ده خدا و اینا دوره، دکتر هوشیار و این قولهای مملکت ما جمع بودن در دارالفنون، بعد در دانشگاه تهران، بعد در دانشگاه شهرهای دیگه، که پول دولت رو بدین ما جوان ها رو تربیت کنیم. در باز بیزنس مادل، بیزنس مادلش بر اساس نظامیه ها بود، یعنی معلم و شاگرد ها حق داشتن. امروز بیزنس مدل دانشگاه آزاد بعد دانشگاه تهران is after دانشگاه آزاد، دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران از روی الگوی دانشگاه آزاد علی آباد شمالی شکل که میخوای دندان پزشکی بخونی پول بده بیا، میخوای ایروساینس بخونی پول بده بیا، پول بده بیا. و بعد خیلی از دانشگاه های بزرگ آمریکا و اروپا حالا برنامه هاشون از قبل تکنولوژی هاشون به شرکت های بزرگی مانند کوکاکولا، پپسی، بل، فیسبوک، بگین دیگه ویندوز فروختن و دوره های کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکترایی که اونا توصیه میکنن میذارن. بنابراین دانشگاه ها هم بیزنس مدلشون شده همین بیزنس مدل تلویزیون و رسانه های یعنی تکنولوژی امروز. متوجه هستین؟ اون وقت هی ملت اونجا تو سر کوره هم میذارن که دانشگاه آزاد مال پولداراست، ما بدبخت ها باید بریم، چه دانشگاه دولتی باشه، چه در مرکز باشه، چه در دانشگاه گیلان باشه، همه بیزنس مدل یکیه. بعد آدمی که تو این بیزنس مدل بزرگ شده شمایید. سلام آقای دکتر، دکتری هستی که به جای اینکه بیای بری زخم اون دختر بدبخت، کچلی اون مرد که خجالت کشته گوشه خونش، میری طراحی بینی و درما، از بین بردن خط ابرو، خط اخم و اضافه کردن نمیدونم تا باید پول دادی، تکنولوژی گرفتی که بیای الان بری کاسبی کنی. The business model، میفهمین business model یعنی چی؟ و میبینید چجوری در طی سالها تغییر کرده. بعد فکر میکنید این تلویزیون امام زمانه، فرق نمیکنه مال امام زمان باشه، مال موسی، مال عیسی، هیچون بیزینس مدل یکیه، مدل بیزینس یکیه، هم تلویزیونش، هم رسانش، هم یوتیوبش، هم دانشگاهش، هم صنعتش، هم تلفنش. کدوم شرکت تلفن لله اومده خط تلفن به تو بده که شما با عمت صحبت کنید که حالتون خوب بشه؟ کدوم شرکت تلفن اومده پول گذاشته وسط کابل تلفن کشیده که شما با پدر بزرگ در روستا صحبت کنی، اخبارشو بپرسی که رابطه انسانی شما دوتا خوب بشه؟ بیزنس مدل، بیزنس مدل یعنی پول بده آش بخور. خیلی حرف هست دیگه، نمیتونم بزنم بزنم میگید اوکی. Let's figure out how to get as much of this person's attention as we possibly can. How much و این شرکت ها. باز این یکی دیگه از دست اندرکارانه ها، یادتون باشه الان مینویسه چی کارن اینا. میگه همه این شرکت ها، چند تایی که هستن، بهشون میگن قولای سیلیکون تک، سیلیکون ولی تک، تکنولوژی سیلیکون،
میگه همه اینا دارن مقایسه، اما ما ببخشید میگم ما مقایسه ندارم، دارن رقابت میکنن با هم دیگه که اتنشن تو رو بخرن، به دست بیارن، تو رو بچسبونن به اون دستگاه تو اپلیکیشن های خودشون. دارن از خودشون مرتب از خودشون میشن که چیکار کنیم مقدار بیشتری از وقت این صاحب این سلفون صاحب این کامپیوتر رو به خودمون جلب کنیم، چیکار کنیم؟ برای خوابت هم برنامه ریزی میکنه. حالا ببینید چقدر از زندگی تو میتونی آقای بیننده به من بدی، خانم بیننده، نوجوان، چقدر زندگی تو؟ و اون دفعه خدمتتون عرض کردم میزان وقت گذاری بچه‌ها برای اینستاگرام و تیک تاک مثل که یا فیسبوک رو هم دیگه بیشتر از تعداد ساعت‌هاییست که در مدرسه میگذرونند. یعنی اگر روزی 8 ساعت تو مدرسه میگذرونند، بچه‌ها روزی 8 ساعت توی این وسایل تو سوشال میدیا هستن. When you think about how some of these companies work, it starts to make sense. There are all these services on the internet that we think of as free, but they're میگه بیزنس مدلی که این شرکت‌ها دارن کار می‌کنن خیلی خیلی وحشتناکه. شماها It's strange that we think of as free. خیلی چیزها رو شما فکر میکنین مجانیه. But they are not free. ولی مجانی نیستن. They're not free. They're paid for by advertisers. پولشو قبلا ادورتایزرها یا آگهی دهنده ها دادن. برای چی؟ به چه امیدی؟ اونا هم لله دادن؟ نه، اونا هم لله ندارن. برای امام زمان نمیده کسی، برای عیسی مسیح نمیده. اون داده که توجه تو رو اون گفته آقا من 10 میلیون بیننده دارم شبا ساعت 7 تا 8، کمپانی یخچال فروش، زرچوب فروش نمیدونم میگیره ازشون که پیامی که میده رو 10 میلیون اثر کنه. بنابراین قبلا اتنشن ما رو فروختن و حالا یه مسابقه فوتبال میزنه وسطش آگهی یخچال، نمیدونم شورت ورزشی، کفش فلان، بانک فلان. بنابراین همه چی قبلا فروش رفته. اینا ببخشید اینا رو فامیلای من نیستن میگن، اینا بزرگترین بچه های چیز قول های همین کار هست. اینا خودشون این برنامه رو طراحی کردن. Why do advertisers pay those companies? چرا ادورتایزرها یعنی شرکت های تبلیغاتی و تولید کنندگان بزرگ کالاها چرا به صاحبان این شبکه ها پول میدن؟ خب ببینید They pay in exchange for showing their ads to us. پول میدن که آگهیشون رو به ما مصرف کننده ها نشون بدن. Pay in exchange for showing their ads to us. We are the product. Our attention is the product. We are the product. ما خودمون محصول شدیم. خبر نداریم. هی نشستیم اون برای میگیم ما انسان ها و انسان ها. کدوم انسان؟ We are the product. ما خودمون محصول. Attention ما is the product. و قبلا روش سرمایه گذاری شده، فروش رفته و تو باید بری الان کلیک کنی، بعد از برنامه من باید بری تو فیسبوک کلیک کنی ببینی تو این فاصله پیام چند نفر از دست دادی، چند نفر از تو جلو زدن. باید بری و میری دیگه، نمیتونی مقاومت کنی. Being sold to advertisers. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched. این خود این مهندس جوان طراح این چیزا میگه چیزی که میخوام مردم بدونن اینه که هر طرف میری هر کاری میکنی آنلاین you are being watched. داری نه اینکه تصویر تو ببینن، مواظب باشین تصویر کسی مثلا تو مسترا میره نمیبینن، نه. چند دفعه کلیک میکنی روی این سایت، چند دفعه کلیک میکنی روی این سایت، هر دفعه تو هر سایت چقدر توقف میکنی، وقتی توقف میکنی چند تا آیتم میبینی، چند اون آیتم رو کدوم نوع آیتم که اونا میدونن تو کلیک میکنی، لایک میکنی، کدوم رو نگه میداری سیف میکنی، کدوم رو شیر میکنی. اینجوری you are being watched. و ایلو با خودت کاری ندارن که کجا میری چیکار میکنی. Is being tracked, is being measured. همه چی is being tracked. رد همه چی تو دارن، همه کار تو دارن اندازه گیری میکنن. Every single action you take is هر قدم کوچکی که برمیداری، هر کار کوچکی میکنی is carefully monitored and recorded. با دقت، به این کلمه carefully ده
با دقت مانیتور داره میشه و ضبط میشه. من یه دستگاهی دارم اینجا مثل همین که شما هم دارین برای خوندن کتابه، کیندل. نمیدونستم، البته میدونستم وقتی به من هدیه داد پسرم، هر کتابی که میرم این تو میخونم این میدونه کتابو کی شروع کردم، کی گذاشتم کنار، امروز چند صفحه خوندم، در چه ساعتی یه ساعت، در چه ساعتی یه صفحه خوندم، تو این یه صفحه رو کدوم خط زیاد وایسادم، چند دقیقه چیز کردم. همه رو میدونه. میدونه که این دستگاه نمیدونه، این مستقیم فرستاده میشه به AI ها، هوش مصنوعی ها، به الگوریتم ها، با اونا همه چیز. مال من، مال شما، مال بغلی، مال من. رو برنامه های یوتیوب پایتخت میبینی، نمیدونم سریال و سربداران میبینی، هرچی چند دفعه دیدی، لایک کردی، نه چرا این لایک کردی، اون یکی لایک. Everything is carefully being monitored and recorded. همه چی داره ثبت میشه. چرا مرض دارن میخوان علیه تو استفاده کنن؟ نه خیر عزیزم، علیه تو میخوان استفاده کنن. اتنشن تو رو دارن اندازه میگیرن، با اتنشن 10 میلیون دیگه آدم، 50 میلیون آدم از اتنشن های شما خرید و فروش میکنن توجه من تو. و بعد تو جنایت میکنی اگر اینو بذاری کنار، نمیذارن. بنابراین بلینگ بلینگ و صدات میکنه، نوتیفیکیشن برات میفرسه، دو مرتبه هوشیارت میکنه که you have a message. میری مسیج نگاه بکنه، میری تو تیک تاک، میری تو، میری تو یوتیوب، میری تو بانک فلان اومده از طریق فلان قضا سفارش بدم، از طریق فلان نمیدونم اوبر میت قضا بخورم، از طریق بانک فلان پول بدم، اپلیکیشن فلان رو دارم، اپلیکیشن فلان دانلود میکنی. حالیت نیست که داری، you are being tracked, you are being monitored, you are being carefully tracked. خیلی مطلب هست. بنابراین اینم یه جوان دیگه است، بس از همین طراحان همین برنامه هست، فکر میکنم تو اینستاگرام کار میکرده، former executive serial tech entrepreneur. Carefully monitored. ببخشید تو توییتر بوده، ایشون تو توییتر بوده، former executive، از مدیران قبلی بوده. Then recorded exactly what image you stop and look at, for how long you look at it. دقیقاً. Oh, yeah, seriously, for how long you look at it. چه تصویری رو نگاه کردی؟ این تصویر رو چند ثانیه طول کشید نگاه کردی؟ کی دو مرتبه برگشتی؟ با چه فاصله زمانی برگشتی؟ دفعه بعد چقدر طول دادی؟ وای، میلیارد ها میلیارد اطلاع فقط راجع به نگاه کردن یه تصویر شما دارن، میلیارد ها بیت اطلاعات و میلیارد ها زب در میلیارد ها آدم. آه خدای بزرگ. They know when people are lonely, they know when people are depressed, they know when people are... الان این AI ها یعنی آمازون، فیسبوک، تویتر میدونن کیا الان تنهان، کیا امروز دپرستن، کیا لونلی هن، کیا دنبال سکس میگردن، کیا دنبال پارتنر میگردن، چند تا سایت پارتنرشیپ به دوستی رفتن، چند تا مسیج فرستادن. اونا میدونن تو موت اینجوریه، ولی توی پرسشنامه که رد کردی نوشیم زلفان مجعد چین چین، تو رو به عنوان آدم ظاهرساز اونا بهتر میشناسن، تو خودت خودتو نمیبینی ولی اونا دارن تو رو میبینی، تو لباس جندر پندر هست، یه عکس خیلی خوش تیپ میذاری توی پرسشنامه، تا میذاری تیپ بسیار عالی، اونا میدونن تو چه دروغگوی هستی، من چه ظاهرسازی هستم. تحصیلات اون میدونه تو 100 جا نوشتی دیپلم ردی، ولی چرا تو این سایت دوستیابی زدی فوق دکترا؟ اونا میدونن من و تو چه ظاهرسازی هستی و اون اطلاعات رو برای دفعه بعد برن. اون وقت یه فیلم میذاره توی یوتیوب برات میاد، داری سرچ میکنی، یه میبینی پیشنهاد میکنه چگونه در انظار بهتر ظاهر شویم، و تو میبینی این همونی که من میخوام، ولی نمیدونی این چجوری به تو پیشنهاد شده، برای اینکه فهمیده تو ظاهر ساز هستی. البته شما یه نفر، نه یک میلیون نفر، فیلم اونا رو چگونه دل دیگران را در 5 دقیقه برباییم، از اینا نمیاد براتون؟ میاد. چگونه با اولین جمله ای که میگیم دل طرف را برباییم،
بار از این دور جزم میشه. فکر میکنم کافی باشه. من خودم از گفتن این چیزا وحشت میکنم. وای به حال اونایی که دفعه اولی که داریم میشنوین. خسته نباشین. هفته دیگه همه وقت. حالا خداحافظی. اینو ببرم که این وقت بدهکار نشم. بای. هفته دیگه راجع به گوشی دادن دست بچه هاتون صحبت میکنیم و میگیم که چی دارین دست بچه ها میدین، خودتون هم نمیدونید. تو خیلی لطف داری، من از شما متشکرم. اگر دوست دارین برای فامیلاتون اینو بفرستین، اگر جرأت دارین برای دوستاتون همکاراتون بفرستین. چرا همش از اون عکسا میفرستین ها؟ هی از من تشکر میکنید، خیلی متشکرم. من این کارا رو نمیکنم که شما تشکر کنید. میگم شاید تعداد آدمایی که قراره بفهمن بیشتر بشه. ناامید نکنید. نه. با هم دیگه بحث کنید، با هم دیگه این اطلاعات رو مبادله کنید، رو در رو، نه توی مدیا، که یادتون نره شما آدمین. نذارین داونگرید بشین. ما داریم تبدیل به گیاه میشیم. برای هر کی فرستادم هیچ وقت هیچ کس نگاه به درک نگاه نمی کنن. قربونت برم. به سلامت. بهتر. خانم مهری وحشتناکه، رعب آوره، حالیمون نیست. همش دو ساله با این وسیله آشنا شدین، 500 سال تاریخ رو فراموش کردین. چون تاریخ نمیفهمیم چیه.